با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه خبری تحلیلی امشب آن سوی خبر را میگوشه با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران و جهان در سی دقیقه پیش روی نخست همچون همه شب مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب باستاب گسترده اظهارات نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از سوی ایرانیان داخل و خارج کشف حلقه های جدیدی از فساد گسترده مالی در نهادهای تحت امر نظام ولایت فقیه در ایران همچنین رسوایی عظیم مالی دیگر در شهرداری تهران با خرید سه میلیارد تومانی بادکنک های تبلیغاتی و در حوزه اخبار منطقه‌ای کشته شدن ده تن در شهر حلب از دو سوی ارتش سوریه و همینطور از توی گروه های مخالف دولت اظهار امیدواری های زد و نقیز در دو طرف کمپ مذاکرات هسته و بالاخره تایید حکم شیخ شورشی شیعه عربستان سعودی اهم مطالب و موضوعات خبری برگزیده ی امشب پنجشنبه چهاردهم اسفند ماه ایرانی در برنامه آن سوی خبر ایران فرداست. همینک با شرح جزئیات رویدادهای برگزیده برنامه را پی میگیریم کشمکش های کلامی 48 ساعت پس از سخنرانی نتانیاهو در کنگره از کنگره تا فرودگاه و همینطور محافل مردمی و رسانه ای تا دفاتر سخنگوی وزارت خارجه ایران و آمریکا ادامه داشت در این میان در نخستین واکنش به اظهار موزه اوباما مبنی بر اینکه سخنان نتانیاهو حاوی نکته تازه نبوده و هیچ راهکار جایگزین ارائه نکرد بنیامین نتانیاهو در بازگشت از آمریکا و پس از فرود هواپیمایش واکنش نشان داد و به خبرنگاران میگفت که او در سخنان خود در کنگره راه حل جایگزین عملی ارائه داده است و نمایندگان کنگره دریافتند که چرا چنین این توافقی با ایران بد است نخست وزیر اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او دستیابی ایران به سلاح اتمی را برای سالها به تعویق خواهد انداخت آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه اظهارات خود افزود که پاسخی که از دموکرات‌ها و جمهوری خواهان دریافت کرده است بسیار دلگرم کننده بود در بهبوهه نتانیاهو و مذاکرات روزنامه های تهران نیز واکنش های مختلفی اتخاذ کردند و تا حدودی سطحی و غیر جدی از جنجال نتانیاهو گذر کردند از جمله روزنامه قانون با درج تصویری از صحنه مذاکرات میان مردان آمریکا و ایران مینوشت که نتانیاهو را شوخی گرفتند مذاکرات را جدی و یا روزنامه جهان صنعت واکنش افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را با دو واژه معنادار آراسته بود مبنی بر اینکه مهم نیست که نوعی بی در قبال این رویداد را به ذهن خوانندگان متبادر می کرد در سوی دیگر آلن ایر سخنگوی پارسیگوی وزارت خارجه آمریکا مجددا تاکید کرد که نتانیاهو ایده جدیدی برای حل پرونده هسته ایران ارائه نکرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده سخنرانی روز سهشنبه نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا درباره برنامه هستی ایران را خالی از فکر و ایده جدید دانست. در همین رابطه آلن ایر می گفت که موضع وزارت خارجه در قبال سخنرانی اخیر نتانیاهو همان موضعی است که پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد در این میان روزنامه رسالت وابسته به گروه تونروی معتلف ای ها تهدید علی لاریجانی را علیه اسرائیل بر صد صفحه نشاند و همان گونه که میبینی تهدید کردند که اقدام نظامی علیه ایران اسرائیل را ویلچرنشین میکند همه این اخبار انباشته هسته ای در هنگام است که از آخرین دور نشست ژنو صداهای دیگری نیز به گوش رسانه ها و همینطور بوی متفاوت تری بعضا به مشام تحلیلگران می رسد. تا جایی که برخی از روزنامه های تهران از جمله ابتکار از آن به عنوان بلند شدن دود سفید از ژنو یاد کردند. در این میان در تازه ترین اظهار نظر ظریف ابراز امیدواری کرده بود که توافق می تواند خیلی نزدیک باشد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با کانال تلویزیونی آمریکایی گفته است که به اعتقاد او کشورش و گروه پنج به علاوه یک به یک توافق بر سر برنامه اتمی ایران خیلی نزدیک هستند با این حال هم او و هم طرف آمریکایی تأکید کردند که جزئیات زیادی هست که باید حل و فصل شود بنابراین خواستار احتیاط, احتیاط شدند ایشان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC نیوز که این شبکه بخشهایی از آن را منتشر می کرد گفت ما آماده این بیوقفه برای رسیدن به یک معافقت نامه کار کنیم اما همزمان ظریف با ظرافتی دیپلماتیک و با واژگانی ظریف و بعضن ضد و نقیز هسته اصلی توافق را در حالی از ابهام قرار میداد و میگفت ما معتقدیم خیلی نزدیک هستیم خیلی نزدیک و البته شاید هم خیلی دور جزئیاتی هست که باید حل شود ایشان در ادامه صحبت خود افزود همانطور که پرزیدنت اوباما گفت اگر بتوان تصمیم سیاسی لازم را برای رسیدن به توافق گرفت خیلی نزدیک هستیم محمد جواد ظریف در مصاحبه با ان بی سی بار دیگر تکرار کرد که کشورش در پی ساخت سلاح اتمی نیست ایشان می گفت زمانی که این سر و صداها خوابید و به تفاهم رسیدیم وقتی این حراس افگنی ها تمام شد می توانیم توافق کنیم و این توافقی است که به هیچ کس آسیب نخواهد زد در سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا با یعسی بر سیما از پاسخهای سریح و همیشگی به رسانه ها دوری میجست و به کنایت و اشارتی پس از پایان مذاکرات میگفت که اختلافات جدی میان دو طرف باقی است و تصمیمات سختی باید گرفته شود ایشان در اشاره به نطق روز گذشته نتانیاهو در کنگره آمریکا می گفت که سیاست ها و عوامل خارجی باعث نخواهد شد که تمرکز او از مذاکرات منحرف شود و هر توافقی شامل راهکارهای مناسب برای حفظ امنیت جهان خواهد بود جان کری پس از دیدارهای ژنو به عربستان سعودی سفر کرده است ایشان در این سفر گویی قرار است با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار کند و در مورد نامه احتمالی با ایران به او توضیح دهد ده جان کری در ریاض قرار است با وزرای خارجه بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی که همچنین به ریاض می رایزنی کند. از سوی دیگر پاسخنگاری های چند جانبه در اردوگاه مذاکرات ادامه دارد در تازه ترین واکنش نماینده ای ایران در آژانس بین انرژی هستی روز چهارشنبه گفت که هنوز درباره طول مدت توافق نهایی ایران و گروه پنج به علاوه یک اختلاف نظر وجود دارد. همینطور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اخیرا گفته بود که هر گونه توافق هستی با ایران باید دست کم ده ساله باشد. اما رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی هستی در جمع خبرنگاران گفت که توافقی در این زمینه وجود ندارد. ایشان در عین حال نگفت که موضع ایران در این موضوع خاص چیست و چه مدت زمانی برای ایران قابل قبول است در ادامه برنامه ترکش های تنش پیش آمده قبل از توافق به محافل روحانیون و فقهای های ایران نیز سرایت کرد و پس از اظهار نظر دیروز هاشمی رفسنجانی که تندروهای افراتی را همزبانان نتانیاهو خوانده بود موجی از واکنش ها علیه این آیت الله در نظام فقها ها برانگیخته شد نخست حمید رسایی ساعتی پس از آن بر شورید و وی را دروغگویی خواند و با خشم همیشگی که مشی دائمی گروه های منتصب به اصول رایان است بر او میتاخت که ایشان خود به عنوان زبان اصلی نتانیاهو در ماجراهای انتخاباتی سال 88 عمل کرد در تازه ترین اتفاق در همین زمینه رئیس مجلس ایران در واکنش به این سخنان حرف های هاشمی را غیر منصفانه خواند و گفت مقایسه مخالفان دولت روحانی با نخست وزیر اسرائیل قیاس مع الفارق است علی اکبر هاشمی رفسنجانی پس از, از اظهارات نتانیاهو و همینطور انتقادهای پیاپی گرایان داخلی گفته بود که مهمترین پروژه دولت تیم مذاکره کننده است اما دلواپسان چه سرشان می آورند آنها با نتانیاهو هم نوا شده اند نتانیاهو اوباما رو تحریک می کند و دلواپسان هم می گویند اسرار هویدا می کنیم. تریبون مجلس تریبون بازی است و هرچه میخواهند میگویند اینها مزاحم کارند در ادامه خبرهای داخلی ایران کماکان محرومیت خاتمی از حضور در رسانه ها و ممنوع تصویر شدن وی مورد نقد و واکاوی مردان دولت روحانی نیز واقع گردید تا جایی که سخنگوی دولت ایران گفت که شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مصوبه مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران نداشته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه سیزدهم اسفند در پاسخ به سوالی در این باره این گونه جواب میداد که من هم عضو این شورا هستم و به خاطر ندارم در جلسه مصوبه ای مصوبه در این مورد داشته باشیم بنابراین مسئله مطرح شده با موضوعاتی مرتبط می شود که سخنگوی قوه قضاییه بیان فرمود وی در عین حال با حراسی نرم و مستطر می گفت در این مورد باید بگویم که من این موضوع رو از سخنگوی قوه قضایی حجت الاسلام اجعی شنیدم که ایشان شخصیت قانونمندی است و اگر مطلبی بگوید حتما مستند قانونی دارد لازم به توضیح که به استحضار بینندگان عزیز برسونیم که غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضایی ایران روز 27 بهمن ما در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصویر و مطالب مربوطه با آقای خاتمی گفته بود که شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کرده اند که دستگاه قضا می تواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غیر این صورت برخورد می شود البته سخنگوی قوه تا تاکنون مستند قانونی برای این صحبت خود ارائه نکرده بود این در حالی است که به گزارش وبسایت خبری یزدانه حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران نیز گفت که در این زمینه هیچ گونه مصوبه ای چه در روزهای اخیر و چه در سال 88 از سوی شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد آن سوی خبر را پی میگیریم با رویدادهای خارجی و منطقه‌ای انفجار و کشتار در حلب سوریه مجددا سوریه و جنگ چندین ساله ارتش بشاری را بر صدر رسانه ها نشاند و کشاند گزارش هایی از شهر حلب در شمال سوریه است که در جریان درگیری های شدید میان شورشیان و نیروهای امنیتی دولت بشار اسد ده ها نفر کشته شدند. این درگیری ها با انفجاری مهیب در مرکز سازمان اطلاعاتی نیروی هوایی آغاز شد که گفته می شود قدرتمندترین دستگاه اطلاعاتی حکومت اسد است. این مرکز به عنوان یک بازداشتگاه و محل بازجویی استفاده می شد و به عنوان مکانی مخوف در بین افکار عمومی سوریه مشهور بود گفته می شود که شورشیان تونل هایی را در زیر این ساختمان حفر کرده بودند تا مواد منفجره را در آن کار بگذارند آنها بلافاصله فاصله پس از انفجار حمله زمینی به این مرکز را آغاز کردند و گفته می شود که نبرد ادامه دارد پیکارجویان وفادار به جبهه النصرت که با القاعده ارتباط دارد میگویند که حمله را آنها سازمان دادهاند در دو سال و نیم گذشته گروه های مسلح مختلف بر سر تسلط بر شهر قدیمی و تاریخی حلب با نیروهای دولتی به دفعات جنگیدند در ادامه خبرهای منطقی تایید حکم اعدام برای روحانی شیعه در عربستان دادگاهی در عربستان سعودی حکم اعدام شیخ نمر باغر النمر روحانی شیعه عربستانی را به اتهام عدم اطاعت از ولی امر و ایجاد فتنه طائفی تایید کرد رسانه های عربی از تایید حکم اعدام شیخ نمر باغر نمر روحانی معارض رژیم آل سعود خبر دادند. شبکه خبری سکای نیوز گزارش داد که دادگاه جزایی عربستان روز چهارشنبه حکم اعدام شیخ نمر به اتهام ایجاد فتنه طائفه ای و عدم اطاعت از ولی امر را تایید کرد دادگاه جزایی عربستان پیشتر حکم اعدام این شیخ را به دادگاه تجد نظر ارجاع داده بود که این دادگاه نیز حکم اعدام این شیخ شورشی شیعی را تایید کرد در این راستا روزنامه های اردوگاه راست فراتی در تهران نیز به واکنش تندی از خود نشان دادند با واژگانی بعضا شنی و غیر رسانه ای به سران حکومت پادشاهی سعودی دشنام و ناسزاهایی نیز نوشتند از جمله روزنامه جوان وابسته به نهاد نظامی سپاه پاسداران با اشاره به تایید اعدام این شیخ از کرامت شیخ میگفت و از رزالت سعودی نوشت اخبار خارجی آن سوی خبر را با چند رویداد دیگر از جمله با رویدادی ای ادامه می‌دهیم. خبری از آرژانتین که امکان بازجویی از مزنونین ایرانی در آرژانتین بالا گرفت ماجره های مرگ مشکوک دادستان آرژانتینی با این خبر وارد فاز تازه شد دولت آرژانتین روز چهارشنبه با انتشار اعلامیه یک صفحه در روزنامه های داخلی کشور آرژانتین تأکید کرد که توافق به تعویق افتاده با ایران همچنان بهترین راه برای روشن کردن حقایق بمبگذاری مرگبار سال 94 در مرکز یهودیان در شهر بوئنوس آیرس این کشور است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز از بوئنوس آیرس، یک دادگاه فدرال آرژانتین پارسال توافق جنجال برانگیزی را معلق کرد که به مأموران این کشور اجازه بازجویی از مزنونان ایرانی را میداد. حکومت ایران دخالت در این بمبگذاری را که 85 قربانی بر جای گذاشت تکذیب کرده و همچنین از استرداد شهروندانش خودداری می کند. از ابتدای سال جاری و مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان دادستان شناخته شده ی آرژانتین تحقیقات درباره پرونده بمبگذاری آمیا بار دیگر توجه افکار این کشور رو به خود جلب کرده است. آلبرتو نیسمان چهار روز پس از اینکه کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین را به تلاش برای انحراف در تحقیقات متهم کرده بود در آپارتمان مسکونیش در حالی که گلولی به سرش شلیک شده بود پیدا شد دولت آرژانتین در این اعلامیه که در هاشیهی با رنگ آبی پرچم کشور چاپ شده است می گفت به تصویب رساندن مراحلی که توسط قوه مجریه و کنگره ملی طی شده است از طریق یک تفاهم نامه امکان پذیر است بدین وسیله می توانیم مزنون های ایرانی را بازجویی کنیم در بخش دیگری از این اعلامیه این گونه اشاره شده بود که این وضعیت آرژانتین را برای استرداد مزنونان و مذاکره درباره محاکمه آنها در کشوری سالس در موقعیت بهتری نسبت به ایران و جامعه بین المللی قرار میدهد آن سوی خبر امشب را پی میگیریم با سوی های از فسادهای سازمان یافته فزاینده در ارکان حاکمیت با تازه ترین گزارش های تخلفات مالی منتشر در ایران نخست از سوی بادامچیان مرد بازرگانی مورد اعتماد نظام میخواندیم و میشنیدیم که اعلام کرد که پول رحیمی میان کاندیده های دولت احمدی نژاد توضیح شده است. بادم چیان مدعی شد 170 تا 180 نفری که از رحیمی پول حرام گرفتند اعضای فهرست رایحه خوش خدمت بودند. رایحه خوش خدمت تشکل نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در انتخابات مجلس بود. به نوشته خبرگزاری های داخلی بادمچیان در مصاحبه‌ای می گفت شاید در انتخابات مجلس هشتم بود که دوستان رایحه خوش خدمت غیر از اینکه ما سه گروه با هم یکی شده بودیم در صدت بر آمدن که یک طیف 180 نفری را به نمایندگی رایحه خوش خدمت به مجلس بفرستند که مجلس در اصل در اختیار دولت قبلی باشد اما این کار محقق نشد اینکه آقای رحیمی در نامه ای میگوید 170 نفر نماینده این 170 نامزد است نه 170 نماینده ایشان در ادامه این توضیح خود می گفت رحیمی می گوید من یک میلیارد و دویست میلیون تومان از عبدالی گرفتم و به 170 نماینده دادم که پول عمده هم نمی شود نفری 6 میلیون تومان می شود که با 6 میلیون تومان اگر هر کسی بخواهد خودش روی صحنه بیاید یک مقداری بیشتر از اینکه اگر بخواهد کم خرج بکند هزینه می شود به هر حال آن مشکل پیش آمد که آنها خیلیشان رأی نیاوردند که مجلس هشتم در نهایت و در مجموع اصولگرا شد و اما در سوی دیگر دو رویداد دستگیری و شناسایی انبوه خاران حکومتی فاسد که اعلام شد دستگیری متهم اقتصادی توسط سپاه صورت گرفت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه خبر داد که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی را دستگیر و روانه زندان کرده است. بر اساس گزارش سپاه نیوز پایگاه خبری سپاه پاسداران این نهاد نظامی امنیتی یک بدهکار کلان بانکی که با اسم ه الف مشهور به داریوش معرفی شده است را بازداشت کرده است. گزارش یاد شده در ادامه می که وی با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوی استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بود. اطلاعیه سپاه پاسداران می افزاید که این شبکه جهت تعمیق فعالیت ها و رسیدن به اهداف شوم مرد نظر اقدام به آلودسازی افراد از طریق پرداخت رشوه های کلان و سازماندهی خانه فساد می نمودن. بر اساس این گزارش این فرد یکی از محکومین اصلی پرونده فساد اقتصادی معروف در سال 76 هم هست و موارد اتهامی و پرونده های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه های کلان در دستگاه قضایی دارد. این گزارش اشاره نکرده است که منظور از فساد معروف سال 76 چیست اما در این سال یعنی 76 دو پرونده مهم اختلاس در ایران مطرح بود یکی مربوط به پرونده شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران و دیگری نیز پرونده غلام حسین کرباسچی شهردار سابق تهران بود که پس از دوم خرداد 76 این بحران دامن زده شده بود و اما خبر دیگر از فسادهای قرن که از سوی معاون رئیس جمهوری نیز پیشتر وعده افشایش داده شده بود رسوایی جدید در سازمان ورزش شهرداری تهران است که سه میلیارد تومان هزینه خرید بادکنک های تبلیغاتی در دوره ریاست سردار سید محمد حاج آقا میر و توسط اداره روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران شده است بنا به گزارش سهام گفته می شود از میزان سبد کالای نوروزی کارکنان سازمان ورزش،, سازمان ورزش شهرداری تهران در آستانه سال نو کم شده در حالی که اداره روابط عمومی این سازمان در سال جاری 3 میلیارد تومان برای خرید بادکنک ها هزینه کرده است به گفته برخی از کارکنان این سازمان اداره روابط عمومی طی روزهای اخیر این بادکنک ها را به طور رایگان در اختیار کارکنان قرار داد تا از اتهام افشای این موضوع خود را مبرا کند مدیر روابط عمومی این مجموعه که از دوستان نزدیک علیرضا دبیر عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون بودجه این شوراست و با حمایت های وی به این سمت گماشته شد محور اصلی خرید بادکنک هاست. موضوع بادکنک های میلیاردی در حالی افشا شده است که هزینه های اضافه کاری و سایر حقوق کارکنان این سازمان به هنگام به آنان پرداخت نشده است. بنابر گفته یکی از مدیران ارشد سابق این سازمان سندسازی های زیادی برای خرید میلیاردی بادکنک ها صورت گرفته که توسط قاسم اسکری مدیر روابط عمومی این سازمان تحریزی و اجرا شده است گفته است که سید محمد آقامیر سردار سپاه پاسداران حدود دو هفته پیش و پس از شش سال ریاست بر سازمان ورزش شهرداری تهران از کار برکنار شده است روزنامه های زیادی نیز به این موضوع پرداخته بودند از جمله روزنامه تجارت تیتر نخست شماره امروز خود را با عنوان دستگیری مفسد بزرگ اقتصادی آراسته بود در همهمه این فسادهای کشف شده از آموزش و پرورش اما خبر رسید که بالاخره حقوق معوق معلمان که بیش از یک سال بود حقوقی نگرفته بودند پرداخت خواهد شد بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا سید محمد بطهایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری که شامگاه چهارشنبه از شبکه دوم سیما پخش شده بود می گفت یکی از مهمترین دلایلی که ما همواره شرمنده همکارانمان هستیم کسری بودجه است آموزش و پرورش همواره با کسری بودجه روبرو بوده است. معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه این اظهارات خود می گفت: همیشه در بودجه های صنواتی افزایش خوبی داشتیم اما مهمترین مشکل انتقال کسری های سال قبل به سال بعد است. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش این گونه اظهار می کرد که در لایحه سال 94 بودجه ما 21 درصد رشد داشت اما معوقات سال 93 به سال 94 انتقال داده می شود در سال 93 بخشی از معوقات پرداخت شد اما با 1800 میلیارد تومان معوقات روبرو بودیم البته این مبلغ تنها محدود به پرسنل نمی شود بنابر گفته بتایی ایشان ادامه میداد که ما تعهداتی را به نیروی انسانی و سایر بخش ها داشتیم به عنوان نمونه معلمی از مهر تدریس کرده و حق و زحمه وی را پرداخت نکردیم پرداخت این معوقات آغاز شده و در چند روز آینده بخش عمده از مطالبات پرداخت خواهد شد و با این خبر وقت برنامه امشب آن سوی خبر در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز و ارجمند به تماشای ادامه برنامه از جمله برنامه گزارش روز که شرح تکمیلی برخی از رویدادهای جاری است این جانب از محضر یکای یک خداحافظی میکنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه تری از آن سوی خبر ایران در ایران فردا بامداد روشن بدرود خود را در ریاض آغاز کرد. جان کری برای تشریح نتیجه مذاکرات خود با ایران و رفع نگرانی دولت سعودی از آثار این مذاکرات به عربستان سعودی رفته است. سفر آقای کری به ریاض پایتخت سعودی بلافاصله پس از چند روز دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوئیس صورت گرفته است. هدف از این مذاکرات تلاش برای دستیابی به توافقی بر سر برنامه هسته جمهوری اسلامی بوده است. قرار است وزیر خارجه آمریکا در طول سفر به عربستان با ملک سلمان پادشاه این کشور دیدار کند و ملاقاتهای های هم با وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس داشته باشد این شورا از کشورهای بحرین عربستان سعودی عمان قطر و کویت تشکیل شده و بعضی دولت عضو نگران آن هستند که ایالات متحده در توافق احتمالی با ایران امنیت و منافع این کشورها را نادیده بگیرد برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان، بحرین و امارات متحده عربی که ضمن اختلاف عقیدتی سیاسی و ارزی با جمهوری اسلامی دارای روابط نزدیکی با آمریکا هستند، به اهداف منطقی حکومت ایران سوء دارند و نگران آن هستند که توافق احتمالی ای با ایران مانع از دستیابی این کشور به بمب اتمی نشود. از نظر اعضای شورای همکاری خلیج فارس اتمی شدن ایران به حکومت این کشور امکان آن را میدهد تا با توسل به تهدید همسایگان خواست خود را به سایر کشورهای منطقه تحمیل کند و حتی در صدد مداخله در امور داخلی آنان براید. علاوه بر اینها در چند ماه اخیر در یمن در همسایگی عربستان شبه نظامیان گروه شیعه حوسی نزدیک به ایران توانستند با سلطه نسبی به ضرب سلاح بر صنعا و سعده مشکلات اساسی برای دولت قانونی و منتخب این کشور به رهبری عبدالرب هادی منصور ایجاد کنند ساکنان پایتخت یمن همه روزه در تظاهرات گسترده علیه حوسی و در حمایت از دولت منتخب خود به خیابان می آیند و علیه ایران و حوسی شعار می دهند. این وضعیت باعث نگرانی عربستان است که معتقد است یمن بهانه است و رژیم ایران بران است تا از روابط با حوسی برای نزدیک شدن به مرزهای سعودی و تحریک شیعیان این کشور استفاده کند. با وجود تاکید دولت ایالات متحده بر اولویت حل بحران هسته‌ای ایران از طریق مذاکره، مقامات آمریکایی کوشیدند نگرانی کشورهای عرب منطقه و همچنین اسرائیل را در مورد نادیده گرفتن خطر اتمی شدن ایران مرتفع کنند و تاکید داشتند که از طریق مذاکره خواهند توانست اطمینان یابند که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. احتمالا آقای کری در جریان سفر به عربستان خواهد کوشید دولت‌های عرب منطقه خلیج فارس را قانع کند که روند تحولات جاری در منطقه بخصوص در یمن و عراق باعث تضعیف موقعیت آنان در برابر ایران نخواهد شد و ایالات متحده به حل و فصل مسائل منطقه به خصوص در یمن و عراق متحد است. همچنین انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا تأکید کند که تماس های جاری با مقامات ایرانی محدود به تلاش برای حل و فصل بحران هسته است و ایالات متحده بدون تغییرات اساسی در رویکرد داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در صدد گسترش روابط با ایران بر نخواهد آمد. دبیر کل جامعه روحانیت مبارز وجود اختلاف در مواضع خود با جریان جبهه پایداری به رهبری مصباح یزدی را تایید کرده است سخنان محمد علی مبهدی کرمانی دبیر جامعه روحانیت مبارز در حالی بیان شده است که در یک سال گذشته تلاشهایی برای نزدیک کردن مواضع طرفداران محمود احمدی نژاد و جامعه روحانیت مبارز برای شرکت یک پارچه در انتخابات مجلس در جریان بود همچنین دبیر کل جامعه روحانیت مبارز بار دیگر تأکید کرده است که مسئولان وظیفه دارند که مردم را به زور به بهشت ببرند و راهای جهنم را با قدرت مسدود کنند این گفته در پاسخ هاشمی رفسنجانی است که بارها گفته است ما وظیفه بهشتی و جهنمی کردن مردم را نداریم انسان آزاد خلق شده و دارای عقل و درایت است حکومت باید در خدمت مردم باشد نه مبصر کلاس. محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در اجلاس سراسری جبهه پیروان که صبح امروز پنج شنبه در مؤسسه شهدای معتلفه برگزار شد گفته است فرهنگ چیزی نیست که یک مسئول بگوید ما وظیفه نداریم مردم را به زور به بهشت ببریم چرا شما وظیفه دارید و باید جلوی ورود به جهنم را بگیرید و درهای بهشت را باز و راه جهنم را با قدرت مسدود کنید این سخنان آقای موحدی کرمانی در حالی ابراز شده است که در ماهای اخیر حمله تندروها به فعالیت فرهنگی در کشور و به ویژه موسیقی بالا گرفته است دبیر کل جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر اینکه که خبرگان و نخبگان باید مردم را بیدار کنند به لزوم برنامه ریزی انتخاباتی اصولگرایان در استانها اشاره کرد و گفت در مجلس و خبرگان لزوم پایبندی به ولایت بسیار مهم است و مبادا کسی که هوا و هوس دارد و به این خاطر کاندید شده است مسئولیت بگیرد آقای موحدی کرمانی در اشاره تلویحی به اختلافات میان اصولگرایان برای انتخابات پیشرو گفت ما به عنوان جامعه روحانیت خود را بینیاز از مشورت نمیدانیم و اگر هم بحثی میکنیم معتقدیم با بحث اختلاف از بین میرود دبیر کل جامعه روحانیت گفت این بحث و مذاکره چنانچه با برخی آقایان باشد به معنای ایجاد زل سالس نیست و زل همان دو زل جامعته این است در ماهای گذشته هواداران محمود احمدی نژاد از محمد تقیه مصباحی یزدی به عنوان زل سومی که باید در کنار جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قرار بگیرد نام برده بودند دبیر کل جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه ممکن است برخی از اعضای جبهه پیروان درباره حضور برخی افراد در لیست خبرگان یا مجلس اختلاف نظر داشته باشند گفت بحث اشکالی ندارد اما این مسئله نباید به تخاصم کشیده شود چرا که این امر خطرش بیشتر است موحدی کرمانی همچنین گفت اگر به تفاهم رسیدید چه بهتر اما اگر به تفاهم نرسیدید سرسختی نشان دادن اشتباه است و منجر به تخاصم می شود سخنان امروز دبیرکل جامعه روحانیت مبارز نشانه ای از ادامه وجود اختلاف نظر میان پیروان محمود احمدی نژاد با بخش های سنتی تر اصولگرایان محسوب می شود صبح امروز منابع خبری در تهران از بازگشتن دیپلمات ربوده شده ی ایرانی به تهران خبر دادند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته است که نوراحمد نیکبخت دیپلمات ایرانی 20 ماه پیش در خیابان‌های صنعا پایتخت یمن به گروگان گرفته شده بود. امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه صبح امروز در بعد ورود دیپلمات ربوده شده ای ایرانی در یمن گفت حدود یک سال و نیم قبل آقای نوراحمد نیکبخت دیپلمات سفارت کشورمان در صنعا توسط گروه های تروریستی ربوده شد آقای عبداللهیان گفته است از ابتدا کمیته ویژه‌ای برای رهایی این گروگان در وزارت خارجه تشکیل و تمامی بخش‌های های در این کمیته فعالانه حضور داشتند. امیر عبداللهیان گفته است ماموران وزارت اطلاعات در نهایت موفق شدند دیپلمات ربوده شده ای ایرانی را در عملیاتی پیچیده در یک منطقه خاص و بخشی از کشور یمن از چنگال تروریست ها آزاد کنند. همزمان آقای علوی گفته است به هیچ یک از درخواست های تروریست ها پاسخ مثبت داده نشد و با کمترین هزینه دیپلمات ایرانی رو بوده شده در یمن آزاد شده است. مقام های ایرانی هیچ توضیحی درباره روش های پیچیده اطلاعاتی ندادند. موفقیت ایران در بازپسگیری دیپلمات به گرگان گرفته شده خود در حالی رخ داده است که شورای امنیت بیانیه ای علیه گروه مورد حمایت ایران در صنعا تصویب کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه سهشنبه پس از پایان جلسه بررسی گزارش جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به یمن با صدور بیانیه ای از ریاست جمهوری عبد هادی منصور به عنوان رئیس جمهور قانونی این کشور حمایت و بر حفظ یک پارچگی یمن و ادامه گفتگوها میان طرفهای سیاسی تاکید کرد. از سوی دیگر کشورهای عربی خلیج فارس نیز برای پایان دادن به بحران یمن و ادامه گفتگوها به تلاشهای خود افزودند. اتحادیه عرب برای اجلاس آینده خود از عبد رب هادی منصور به عنوان رئیس جمهوری یمن برای شرکت در کنفرانس سالانه خود دعوت کرده است. حادی منصور روز گذشته اعلام کرد برای تضمین موفقیت گفتگوها میان طرفهای سیاسی یمنی این گفتگوها بهتر است در خارج از این کشور انجام گیرد اما حزب کنگره ملی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن آن را رهبری می کند و نیز شبه نظامیان مسلح حوسی ها که اکنون صنعا را اشغال می کنند با پیشنهاد عبد رب هادی منصور مخالفت کردند. یکی از منابع یمنی به روزنامه شرق الاوسط گفته است کشور عمان آمادگی خود برای میزبانی جلسه گفتگوها میان طرفهای سیاسی یمن را اعلام کرده است در همین حال جمال بن عمر فرستاده ی سازمان ملل به یمن اعلام کرد که طرفهای سیاسی یمن برای از سرگیری مذاکره و گفتگو توافق کردند اما برای مکان برگزاری آن هنوز به توافق نرسیدند کارشناسان و تحلیلگران عرب در امور یمن معتقدند که با صدور بیانیه ی جدید شورای امنیت و حمایت این ارگان بین المللی از هادی منصور و همچنین از سرگیری فعالیت سفارتخانه های کویت، امارات، سعودی و بریتانیا در عدن و دعوت اتحادیه عرب از هادی منصور برای سخنرانی در اجلاس سالانه این اتحادیه کفه ترازو به ضرر حوسی تغییر یافته و این گروه اکنون با انزوای سیاسی منطقه‌ای و بین المللی بیشتری روبروست. شورای امنیت چند هفته پیش نیز با صدور قطنامه ای از شبه نظامیان یمن خواست که بدون قید و شرط کنترل نهادهای دولتی را رها کند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 13 همه اسفند ماه از دستگیری یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسد اقتصادی خبر داد. بنا به گزارش سپاه نیوز پایگاه خبری سپاه پاسداران فرد دستگیر شده با عنوان ه الف مشهور به داریوش معرفی شده که با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بودند در گزارش سپاه آورده شده است این شبکه جهت تعمیق فعالیت ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می کردند. این گزارش همچنین میافزاید آقای ه الف با راه اندازی تعداد قابل توجهی شرکت های کاغذی جعل اسناد و ایجاد چرخه دور اختصاصی در فرایند فعالیت های اقتصادی با سندسازی و انهدام اسناد مانع انجام کنترل نظارت بازرسی و پیگیری مفاسد اقتصادی خود از سوی دستگاه های مربوطه می شده است. موارد اتهامی و پرونده های شخص دستگیر شده اخلال در نظم اقتصادی کشور قاچاق ارز قاچاق کالا قاچاق عتیقه و پرداخت رشوای کلان عنوان شده است بر اساس گزارش سپاه این فرد پیش از این زندانی بوده است و در سال 80 از زندان آزاد شده است وی همچنین بر اساس بیانیه سپاه متهم است که به موازات تشدید تحریم ها از شرایط اقتصادی کشور بهره گرفته و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج مردم آنها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری کرده است. بنا به گزارش سپاه پاسداران فرد مورد نظر بخشی را هم که صرف خرید کالای اساسی می شده است در داخل کشور به صورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می رسند است سپاه پاسداران در گزارش خود که در خبرگزاری های داخلی کشور منتشر شده، فرد بازداشتی را یکی از محکومان اصلی پرونده فساد اقتصادی سال 76 معرفی کرده است. در بیانیه سپاه، توضیحی در رابطه با اینکه کدام پرونده اقتصادی مد نظر است داده نشده است. از فاضله خودداد داد که در سال 74 اعدام شد تا بابک زنجانی و مهافرید امیر خسروی نامهایی که در تنها یک دهه اخیر پرونده های بزرگ فساد اقتصادی در ایران را رقم زده اند یاد می شود. اخیرا نیز محمد رزا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. گزارش سپاه از دستگیری فرد متهم به فساد اقتصادی در حالی منتشر می شود که چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلویحا سپاه پاسداران را به فساد متهم کرد آقای روحانی گفت اگر اطلاعات تفنگ پول سرمایه سایت روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می شوند. سپاه پاسداران در حال حاضر بر بسیاری از نهادهای اقتصادی، سرویس های اطلاعاتی و گروه های رسانه ایران تسلط دارد. بر اساس گزارش مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی که سالانه از میزان رشف در 174 کشور جهان منتشر می شود، ایران با وجود بهبود رتبهش همچنان جزبه فاسد ترین کشورها به شمار می رود. رئیس پلیس بین المللی نیروی انتظامی ایران می گوید بر اساس آماری که وزارت امور خارجی ایران در اختیار ناجا قرار داده است در حال حاضر 3135 ایرانی در کشورهای مختلف بازداشت هستند مسعود رزوانی روز چهارشنبه 13 اسفند در یک نشست خبری گفت در سال 93 تعداد 147 نفر بازداشتی داشتیم که از این میان تعداد 73 نفر مربوط به مواد مخدر 30 نفر مربوط به اسناد و مدارک هویتی و 13 نفر هم مربوط به سرقت بودند به گفته آقای رزوانی بیشتر این افراد در کشورهای ترکیه ترکمنستان ارمنستان و امارات بازداشت شدند وی در ادامه با اشاره به حضور دو نفر ایرانی در هواپیمای گمشده مالزیایی گفت آن دو نفری که تبعی ایران بودند با گذرنامه مسروقه واردان هواپیما شده بودند ما گزارش هایی داریم که افراد با گذرنامه کشورهای دیگر اقدام به سفر می کنند و گرفتار شبکه های قاچاق انسان می شوند آقای رزوانی همچنین درباره بازگرداندن برخی متهمان ساکن در کشورهای خارجی به ایران اعلام کرد پنج نفر از افرادی که تحت تعقیب بودند استرداد شدند یک نفر هم که کلاهبرداری دوازده میلیارد تومانی از یک شرکت خصوصی داشته از امارات به ایران بازگشت داده شده و یک کلاهبردار دویست میلیونی از ارمنستان و یک نفر متهم به قتل از افغانستان هم استرداد شدند بخش دیگری از صحبتهای رئیس پلیس بینالملل نیروی انتظامی ایران به موضوع دستگیری یکی از اعضای گروه جیش العدل اختصاص داشت مسعود رزوانی در خصوص عبدالستار ریگی که گفته می شود اخیرا در پاکستان دستگیر شده است گفت ما از سال 88 این فرد را مورد تعقیب قرار دادیم عبدالستار ریگی بر اساس آنچه که ما میدانیم دانیم پسر عبدالمالک ریگی است و طبق مستنداتی که ما به اینترپل دادیم برای او اعلان قرمز صادر کردند و مدارک استرداد نیز برای پاکستان صادر شده است رئیس پلیس بین الملل ناجا در حالی از فرد دستگیر شده به عنوان عبدالستار ریگی نام برده است که خبرگزاری رویترز از او به نام سلام ریگی نام برده بود از سوی دیگر برخلاف گفته ای آقای رزوانی که فرد دستگیر شده را پسر اموی عبدالمارک ریگی می داند خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی از او به عنوان برادر رئیس سابق گروه جندالله نام برده است عبدالمالک ریگی رهبر پیشین گروه جند اسفند سال 88 توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد او به اتهام محاربه و فساد فلعرض روز سی خرداد سال 89 به دار آویخته شد اما در رابطه با ماجرای استرداد عبدالستار ریگی به ایران وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه یک همایش اعلام کرد که رایزنی های لازم با وزارت خارجی پاکستان انجام شده اما هنوز اتفاقی در خصوص انتقال ریگی به ایران نیفتاده است آقای ریگی روز شنبه در حالی که سوار بر اتوبوس بود در مناطق مرزی ایران توسط مقامات جنوب غرب پاکستان بازداشت شد بخشی از نشست خبری رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران نیز به موضوع بازگرداندن محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی به ایران اختصاص داشت مسعود رزوانی در این باره گفت پلیس کانادا اعلام کرده است که ما باید از طریق مقامات قضایی و دیپلماتیک پیگیری لازم را انجام دهیم ما هم مدارک را ارسال کردیم با آنها گفتند که واصل شده است آخرین پیام آنها هم این بود که ادامه پیگیری وضعیت خاوری باید از طریق مقامات قضایی کانادا باشد رئیس اینترپل ایران با بیان اینکه دستگیری آقای خاوری منوط به حکم مقامات قضایی کاناداست اعلام کرد در برخی کشورها اعلان قرمز به عنوان شناسایی است نه دستگیری آنها به ما اعلام کردند که طبق قوانین کانادا مقامات قضایی باید حکم دستگیری خاوری را صادر کنند آقای خاوری که دارای پاسپورت کانادایی است پاییز سال 90 به دنبال افشای ارتباطش با پرونده اختلاس 3000 میلیاردی از سمت خود استعفا کرد و به کانادا گریخت